بیا من اینجا چون میخوایم عکس اینا بندازیم خراب نشه. نگاه کنید گوشت مثل حلوا، نگاه کنید مثل هر رنگ رو نگاه کنید. اینم سسش میدنی به این بی نظیر بی نظیر میشه. حالا اینجا نگاه کنید، اینم استخون انتهای کار. ببینید استخون به چه شکلی به راحتی در میاد و میبینی رنگ گوشت مهمه. رنگ گوشت رو نگاه کنید، بافت گوشت رو نگاه کنید، خراب نشده. آقا گوشت خورشتی، گوشت قیمه، گوشت قرمه، سبزی، چلو گوشت، هر چی میخوای لعنتی، این نگاه کنید اینا ها. بهش میگن شولدر یا سردست. این بهترین قسمت گوشت گوسفنده. چربی مناسبی داره، بافتهای چربی خوبی داره، اما تو ایرانی هم بهش سردست میگن. میتونید سردست رو پیدا بکنید، اینجا به شولدر معروفه. به خاطر داشتن استخون و چربی های مدفوعی که تو کناره هاش داره، وقتی که پخته میشه چربی های میان بافتی خیلی خوبی داره. وقتی که پخته میشه خوشتر میشه. اما یه چیزایی رو برای اسلوکو کردن باید در نظر بگیری. ما سس رو تو مرحله اول بهش نمیزنیم. دمای پخت به 70% که رسید، بعد اون تازه میریم برای ادویه سازی کردن. اما یه ادویه بیس داره بهتون یاد میدم. شما اینو چلو گوشت درست بکنید، اسلو کوک بکنید، اگه قش نکردن سر سفره من مینویسم امضا میکنم بهتون جایزه میدم. اگه مهموناتون قش نکردن، خودتون 4 تا پرس نخوردید. حالا این یه دونه شولدره، قیمتش هم امروز خیلی ارزون شده بود. این شد 2.5 کیلو، خریدمش تقریبا 21 دلار. 2.5 کیلو امروز ارزون شده، ولی روزا معمولی کیلو 12 دلاره. این از این. حالا برای این 2.5 کیلو نیاز به 3 تا پیاز داریم. این از پیازمون. من این گوشت بذارم کنار و پیازمونم بهتون بگم چجوری خوردش میکنیم. با پیاز سفید اگه کار بکنید خیلی بهتر. پیازها رو به این شکل برش میزنید، نگاه کنید خیلی راحت. اما این برش ها رو نازکش میکنیم. هر مقدار که نازکتر باشه بهتره. اینا رو خرد کنم و برگرم. این پیازا خرد شد، اینقدر شد این حجم پیاز. قابلمه رو میاریم، یه ذره دیزم برو عقبتر. کمی روغن بهش اضافه میکنیم، تقریبا 2 کیلو شوخه میکنم، روغن زیاد نزنیم. خب پیازا میره اینجا. چون نمیخوایم پیاز داغ درست بکنیم، با حرارت ملایم میخوایم کار بکنیم. تو همین مرحله عمو جواب چیزایی رو که باید اول کار بهش اضافه بشه رو اضافه میکنه. نیاز به 1 قاشق و برای 2.5 کیلو 1.5 قاشق زردچوبه داریم. این از این. نیاز به 3 تا دونه هل داریم. بیشتر بندازید داستان میدونید چی میشه، میشه مزه باقلوا میگیره. بیشتر نندازید، گلاب ملاب هم نزنید میشه بهش زهرا. خب این از این. فلفل سیاه زیاد بهش نزنید چون رنگش رو خراب میکنه. و توی همین مرحله یه کوچولو پودر زیره بهش میزنید. پودر زیره رو گرفتی عزیزم؟ آقا این زیره خیلی باله تو استرالیاست. اوه چه عطری داره، این بهترین برند زیره. نوک قاشق هم زیره بهش اضافه میکنیم. حالا کاری که میکنیم میریم پای گاز، مرحله به مرحله بهتون میگم باید چی کار بکنید. خود اینم باید یه تف کوچولو با پیازامون بخوره. اما اگه حرارت رو زیاد کنید پیازاتون رسوز بشه، خراب بشه، رو مزهش تاثیر خیلی زیادی میذاره. پس خواهشاً دقت بکنید. الان یکی نگاه کنید چه دوگونی وای کرده. راکت ساینس مگه این؟ یه دیگهش راکت ساینس خدایی. بعد بریم دیگه مرحله به مرحله بهتون میگم چی کار کنید. خب رفقا نگاه کنید، پیاز رو تفت دادم ولی نسوخته. میبینید حرارت هم بالاست چون دونتون هم زدم. حالا تو این مرحله که دیگه پیازامون کاملا عسلی شد، گوشت رو اضافه میکنیم. اینا رو هم میریزیم روی گوشت چون قراره که گوشته یه تفت کوچیک بخوره، فضا رو براش آزاد میکنم و گوشتم هم یه تفت بخوره. بعد میریم سراغ مرحله درست کردنش. البته باید بذاریم آب جوش بیاد و آب روی سطحش رو کاملا پر بکنه. آب سرد اگه روی این بریزید غذاتون خراب شده. تا یادم نرفته یه مقداری نمک هم بهش اضافه میکنم، ولی نمک اصلی رو آخر سر چک میکنم. بعضی هم میگه نمک میریزی صفر میشه. اسلو کوکه کرگدن بده دیرپز، هر کی گفته بی خود کرده. آقا جان من کرگدن بده بکنم این تو برش دپزنده.
بریم با هم دیگه اینو یه تفت بدیم و برگرد. رفقا این از این آماده شد، آب 100% جوش رو میاریم بهش اضافه میکنیم. نگاه کنیم، حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چقدر باید آب بریزیم. این الان سطح بلند گوشته چون زیرش استخونه، بعدن برش میگردونم میشه سطح پایینی. ببینید چرا اولش گذاشتم؟ اولش از سمتی گذاشتم که استخون داره، میبینید استخونا درگیر بشه با کف قابلمه. یه مقداری که حرارت بالا رفت برش میگردونم و این طرفشو میذارم. یعنی آب اگه اینو من برگردونم کاملا روی گوشتم رو پر میکنه. اول میذارید گوشت به قول کامل میفته، میبینید آب جوشه، قول کامل که افتاد درش رو 100% میبندید، شعله رو کم کم میکنید، دیگه رهاش میکنید تا 4-5 ساعت دیگه. ببینید گوشت رو برگردوندم، سطح استخونش افتاد به این بر، گفتم سوال پیش نیاد براتون، ولی اول باید به سطح استخونیش بذارید بعد برش کردین رو به اون بر. حالا نگاه کنید آب 100% در حال جوشیدنه. حالا شعله رو کم کم میکنم. چقدر کم میکنم؟ نگاه کن داره شعله کم میشه. میبینید به اندازه‌ای که فقط ریز قل بزنه. گاز زیادی هم مصرف نمیکنه چون شعله گازتون کمتر میشه به تب. دیگه رهاش بکنید. در قابلمه هم حتما ببندید. اگه در قابلمه باز بمونه ما به اون چیزی که میخوایم نمیتونیم دست پیدا کنیم و مواد مرینه کاملا داخل گوش نفوذ پیدا نمیکنه. برید دیگه 2-3 ساعت بعد بیاید درشو باز کنید، نگاه کنید چه وضعیتی داره. خب ببینید فقط نکته‌ای که مهمه، من کف این می‌بینید، دیدید بشین sit down، این قلقلا رو می‌بینید زیرش کفش، من یه دونه بشقاب چینی گذاشتم که خراب نشه. این از فوتای کوچیکه. نه بذار بگم یاد بگیرن، با میرن بعد میاد جواد جوادی گفت اینو گذاشته. نگاه کنید بشقاب برمی‌داری، نگاه کن می‌بینی اینجوری قلب قلب می‌کنه زیرش. این از این بشین دیگه تو هم. خب حالا زعفران دم کرده یه ناب داریم. چرا زعفران آخر ریختم؟ برای اینکه بوش باقی بمونه. یه قاشق و دوتا. آقا وضعیت زعفرانمون خرابه دیگه، زعفرانمون زیاد نمیده. بله یه ذره رو این بریدیم. آه بیا هله، این از زعفرانمون. حالا میریم برای ادویه سازیش. نیاز به کمی دارچین داریم. آنی از بالا میگیری ازیم. نیاز به کمی دارچین داریم، نوک قاشق چایخوری دارچین. چرا اینا رو آخر سر زدم؟ بوش تثبیت بشه و روی کار باقی بمونه. خب این از این. حالا میریم سراغ جوز هندی. اینم از جوز. آقا جوز رو به چایی هم بزنید، خیلی چیز خوبیه. زیاد نه، همین. ببینید اینقدر. یه تیکه از جوز هندی رو هم زدم. خیلی هم قیمتش این ادویه ارزونه. حالا برای مزه سازی کردنش یک مقدار خیلی کمم آب لیمو بهش میزنم. نگاه کنی خیلی کمم، 3 تا قاشق، ولی طعمش یه تأثیری میذاره ولی گمه، کسی متوجه نمیشه. دوباره درشو میبندم. اینم تقریبا به اندازه 90% پخته گوشت. ببینید حلوا شکریه، میبینید بزنید من دیگه ای با سوراخ شدنی بیا تو بخور من کوف بخورم. آقا حله درشو میذاریم برم برنج رو آماده بکنم. اینم همینجا برای خودش ریت قول میزنه دیگه. به اینا میگن قابلمه قلبی تک نفره. البته فکر کنم این 2 نفر است چون جواد نمیدونم سایزش خیلی عمیقه، اولین بارم هست تو این درست میکنم. و بهش کنجد اضافه کردم، یه قاشق زعفرون، روغن و آب. حالا سیب زمینی ها رو با ضخامت خیلی کم، نگاه کنید ضخامتش خیلی کمه. اینم از سیب زمینی و 3 تا دونه، چون برنج هم باید بمونه که بچسبه دیگه. میبینید یکی رو همین کارو میکنم و برنج رو میارم روش میذارم. گفتم حیف این نما رو استوری نکنم. برنج ساده، برنج قلبی قالبی و اینم سردست آرام پس شده از تقریبا 8 ساعت پخته. حالا میخوام بهتون نشون بدم که مثل حلوا وا میره و مزهش خراب نمیشه و خوشمزه هم هستش. یه سس خیلی عالی هم داره. نگاه کنید، بزنید روی لینک فیلم کاملش رو ببینید. غذا ما آماده شد، امیدوارم که درست بکنید، حالش رو ببرید. کت قالبیش هم خیلی باحال شد، خوش آمد خودم. یه تیکه از گوشت بهتون نشون بدم، بیام اینجا چون میخوام عکس اینا بندازیم خراب نشه. نگاه کنید گوشت مثل حلوا، نگاه کنید مثل هر رنگ رو نگاه کنید. اینم سسش میدنی به این،
اینا ها واقعا عالی شده، خیلی خوشمزه. این استخونا نگاه اینجا رو بگی، استخونا رو بگیرم همه در اومده بیرون، ولی میخوام فیلمش رو بذارم تو اینستا، استخوناش رو در میارم تو فیلم اینستا نشون بدم. امیدوارم که هر جای دنیا هستید شاد و خرم باشید.